چجوری تگ گذاری بکنیم و مهمتر از اون چجوری ویدیوهای خودمون رو SEO سازی بکنیم، اونم با کمک ابزار تیوب بادی. چطورین بچه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من خیلی خوش اومدید. من بنان بدر هستم و توی این ویدیو میخوام راجع به این صحبت کنیم چجوری ویدیوهامون رو SEO سازی بکنیم و تگ گذاری بکنیم که بتونیم ویدیوهای خودمون رو خیلی بهتر و بهینه‌سازی شده تر به چشم مشتری خودمون و بینندگان خودمون برسونیم. قبل از که ویدیو شروع بکنه حتما دکمه لایک و سابسکرایب بزنین. خیلی بهم انگیزه و انرژی میده برای اینکه بتونم ویدیوهای بهتری مثل این ویدیو براتون بسازم. پس دکمه لایک و سابسکرایب بزنید و بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ اجرای کار که چجوری اصلا تگ‌گذاری انجام بدیم، بعد یاد بگیم که اصلا SEO چی هستش. برای کسایی که با SEO آشنا هستن میتونین سریعتر اسکیپ بکنید و برین تو بخش اجرایی که توی بخش چپترها میتونین اونو انجام بدید. SEO به معنی خود بهینه‌سازی موتورهای جستجو هستش که به این منظور ایجاد شده که تمام هر نوع محتوایی که توی هر وبسایتی هستش رو بتونیم بهتر به چشم بینندگان برسونیم. بعد اینطوری تصور بکنین که زمانی که SEO همه‌گیر شده بود، گوگل مثل یک داور بازی بود و هر محتوایی که تو هر وبسایتی تولید میشد نقش هر بازیکنی رو داشت که هر بازیکنی هدفش این بود که به رتبه بالاتری در خود گوگل برسه و گوگل قضاوت میکرد که کدوم یک از این محتواها بهترین جوابها رو داره و هر بازیکن چقدر میتونه هر بیننده ای رو توی محتوای خودش نگه داره. یوتیوب هم به همین منظوره که ویدیوی شما رو میبینه که تصمیم بگیره آیا کیفیت مناسب رو داره، عنوان مناسب رو داره، تگ گذاری مناسب رو داره و اینکه هر بیننده که وارد ویدیو شما میشه تا آخر ویدیو با شما میمونه یا نه. این اطلاعات کلی و ساده از ساده سازی هستش که برای شما انجام شد که با این وضعیت آشنا بشین SEO چی هستش و چقدر اهمیت داره. حالا برای اینکه بتونیم SEO سازی هر ویدیو خودمون رو انجام بدیم، مخصوصا تگ گذاری خودمون رو با کمک تیوب بادی، باید بریم سراغ مانیتور. پس بریم سراغش. اول از همه وارد یوتیوب استودیو خودم میشم، وارد بخش آنالیتیکس شدم و اینجا میتونین کانال من، اینجا به این کانالی هستش که شما دارید الان مشاهده میکنین و معروف‌ترین ویدیو من تو بخش آموزش حرفه‌ای دانلود فیلم از یوتیوب بود. حالا من روی این کلیک راست میکنم، وارد میشم، منتظر میشم که اینجا لود بشه. همینطور که دارید میبینین این ویدیو واسه من همینطوری داره ترافیک میاره، مخصوصا توی یوتیوب سرچ. چرا؟ به خاطر اطلاعاتی که توی محتواش گذاشتم. میریم توی بخش محتوا، توی بخش دیتیلامون، عنوانی که گذاشتم، دیسکریپشن هایی که گذاشتم و همینطور که میرم پایین تر و پایین تر، اینجا جای تگ گذاری منه، تگ هایی که من انتخاب کردم که توش ترافیک بگیرم و منو تو اون بخش منو جستجو کنم و ویدیوی منو پیدا بکنم. اینجا میبینید که رتبه بندی بسیار عالی شده. من یه بار دیگه ریفرشش بکنم چون فکر میکنم خیلی از رتبه ها رو بهم نشون نداد. من جای ریفرشش اینجا کردم، میام پایین تر. این هم تگ هایی هستش که من گذاشتم. خب آها درست شد. خب الان اینجا رتبه بندی تمام ویدیوی من اینجا میتونیم ببینین. این بخش مال رتبه بندی مال یک ابزار دیگه الان هستش، مست. این بخش سبز رنگ برای تیوب بادیه و میتونین توش استفاده بکنین که رتبه بندی تو کجا هستش و بهتون رتبه ویدیوتون رو نشون میده. حالا اصلا چجوری این تگای مناسب رو واسه ویدیوی خودم پیدا بکنم؟ میرم وارد خود یوتیوب میشم تو بخش جستجو. من از قبل این دانلود از یوتیوب رو که مخصوص خودم ویدیو بود رو پیدا کردم. من دقیقه ریفرشش هم میکنم که دوباره از اول بشینی ببینیم. خب دانلود از یوتیوب یه چیز ساده هستش که ممکن همه دنبالش بگردن، ولی خب این توی کیورد ها و کلمات کلیدی من نبود. من اینو ویو دیتیل رو من اینجا من میزنم. وقتی ویو دیتیل رو بزنی تمام تک هایی که
کسایی که رقیب من هستن توی این موضوع رو به من نشون میده. خب این مثلا یه ویدیو یکی از کسایی ازش راجبه این داره صحبت میکنه، مال 10 ماه پیشه، 7 کا فقط ویو گرفته دانلود از ویدیو، مال 5 سال پیشه 66 کا گرفته و قشنگ میتونی حالا با اسکرول کردن بالا پایین شدن اینا رو ببینی. و این ویدیو مال 2 سال پیشه 60 کا گرفته، این وضعیتش فکر کنم بهتره و سئو سازش تو اینجا هم خوب بوده. این چیه دیگه؟ و ببینیم پوینتر که چرا نباید از یوتیوب دانلود بکنیم. این مال یوتیوبر شو هستش، یکی از مربیای من توی یوتیوب هستش که از آموزشش دارم استفاده میکنم، مال محمد پسندیده. پیشنهاد می‌کنم حتما ویدیوشون رو ببینید و حتی کانالشون رو سابسکرایب بکنید. یه ویدیو دیگه مال اسکیل ویت هستش، آموزش آپلود ویدیو که مربوط خود موضوع ما نیست. میریم پوینتر ببینم مثلا ویدیو من اینجا داره پیدا میکنه که دیگه اصلا مربوط اصلا به من نیست. خب میریم پوینتر، ویدیو من توی این بخش پیدا نشد. اما مثلا توی کدومی که از این ویدیو من چیز گرفتم، رتبه گرفتم، من یه دقیقه روی این کلیک میکنم، دانلود از یوتیوب برای کامپیوتر، من اینو اینجا میزنم. سعی کنید تا هر جایی هم که شده خیلی نکنید، اصلا ویدیو من اول اومد، تا جایی که میتونی حتما دقیقتر و جزئی تر بشید. من مثلا آموزش اینو گذاشتم که چطوری از داخل خود کامپیوتر از یوتیوب دانلود بکنید و رتبه اولم اومد و بچه دیگر رو میبینید که سابسکرایبشون از من حتی بیشترم هست. من هنوز به مانیتایزم نرسیدم، من 74 تا سابسکرایب الان دارم و یه نفر یک سال پیش 180 کا ویو گرفته، یکی سابسکرایبش تازه بیشترم هستش، رتبه سوم شده و تمام کسای دیگه الان سابسکرایبش از من بیشتر هست ولی من رتبه اول شدم. چرا؟ به این معنی است که من از اونا شاختر هستم، از اونا من بهتر هستم یا هر چیز دیگه ای. من فقط تحقیق کردم که رقیب های من تو کجا دارن فعالیت میکنن، با چه موضوع دارن فعالیت میکنن و اطلاعاتی که دارن میذارن توی ویدیوهاشون چه چیزایی هستش و تیوبالی توی اینجا واقعا به درد میخوره. و وقتی بخش ویدیو رو میذارین شما میتونین قشنگ تمام تکایی که من گذاشتم، تکایی که تمام کسایی که رقیب های من هست توی این موضوع گذاشتن هم ببینین. توی موضوع خودتونم باید از این ابزار تیوبالی استفاده بکنید و هر موقع از هر کدوم از این تگا خاصی استفاده بکنید، خاص لیست بکنید و داخل ویدیو خودتون بذارید، راحت کپی تگ رو میزنید، قشنگ تو اینجا میاد، اصلا میتونید برای خودتون اینجا لیست هم بکنید و یه لیست هم مثلا اینجا بزنید و برای خودتون تگ هایی که مناسب کار شما هستش رو توی اونجا سیو بکنید و تیوبادی این کارو برای شما انجام میده. حالا توی بخش عنوان نویسی، خود تیوبادی بخش تایتل جنریتور داره که بیشتر مخصوص این هستش که بتونید با زبان انگلیسی این کار رو انجام بدید، چون با زبان فارسی زیاد مناسب نیستش، هوش مصنوعیش هنوز با زبان فارسی خوب جنریت نمی کنه. اما واسه اینکه خودتون هم بتونید عنوان بهتر داشته باشید، توضیحات بهتر داشته باشید، تمام ویدیوهایی که توی رتبات اول هستن بین 1 تا 5 تا حداکثر تا 1 تا 10 حتی، این ویدیوهایی که مخصوص موضوعات شما هستن رو، به موضوع شما خیلی بیشتر نزدیک هستن رو پیدا بکنید. همه اون 10 تا عنوان سعی کنید پیدا بکنید، هر کدوم ببینید کدوم یکی از این عنوان ها به موضوع شما بهتر میخوره و نزدیکتر هستش و کدوم شما رو بهتر جذب میکنه. سعی کنید مثلا ترکیبی از عنوان ها باشه و اینکه اگه ترکیبی از عنوان هم باشه، مثل همین ویدیو تنظیمات یوتیوب که مثل محمد پسندی توی یوتیوبش رو گذاشته، با اینکه با خط فاصله یا با خط عمودی میتونین این بخش رو جدا بکنین. همین الان اینجا رو ببینید، دو تا عنوان در اصل گذاشته، تنظیماتی از یوتیوب که اگه درست انجام ندی به ضرر کانال تموم میشه و همینطور یه خط واسه یه خط عمود گذاشته، تنظیمات کانال یوتیوب 2023 که در کنارش یه کلمات کلیدی هم گذاشته که باعث بشه که رتبه بهتری توی سئو سازی خود یوتیوب بگیره و به این شکستش که میتونید سئو سازی رو انجام بدید. خب بچه
مرسی که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم اگه این ویدیو به درد شما خورده باشه. اگه این ویدیو مناسبتون بود لایک و سابسکرایب رو بزنید که بتونید در ویدیوهای بعدی با منم باشید. حتما نوتیفیکیشن هم فعال بکنید که هر موقع من ویدیو گذاشتم یوتیوب به شما خبر بده که بتونید ویدیوهای بعدی منو سریعتر ببینید. ممنونم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.